ساعتی که من چه سرمایه روش گذاشتم. میتونید اونطوره باشید، میتونم ولش کنیم همینجور بره. الان همه فکر ما، حرف ما، همه چیز ما دست دشمنه. همه رو دشمن داره هدایت میکنه، همه رو دشمن هدایت میکنه. رهبری داخل جمهوری اسلامی گرفته تا اینه که تو خارج به عنوان اپوزیسیون هستن. تاسف آوره. حالا چون صحبت رستمی دیگر رو به روز سوقی شد، به دنبال برنامه هفته پیش پرسش هایی که شده بود عرض میکنم که خوشبختانه هنرمندان متعهد و میهن‌پرست ایران امروز امسال یک توطئه بزرگ رو جلوش گرفتن. بود که رژیم میخواست برای فستیوال فجر خودش به روز سوقی ببر ایران. به روز اینجا میبینید میخونید در دوم فوریه، یعنی روز گشایش فستیوال جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که من حاضرم بیام ایران اگه از من دعوت میکنن. یعنی بعد از این همه خون و کشتار و این سالیان، باز به روز همین دو هفته پیش گفته بود من حاضرم بیام ایران. خوشبختانه فستیوال اینا تموم شد. و اون نکته دیگه که باید بدونید، بعضی از بازیکنان، بازیگران و هنرپیشه‌های اطلاعاتی که میگن بهروز بیاد ایران، بهروز بیاد ایران، برای چی میگن؟ برای مثلا همین فیلم آشغال‌های دوست داشتنی. این آشغال دوست داشتنی رو که در امریکا بخشش رو فیلم برداری کردن و برای بهروز وثوقی اجازه گرفتن از وزارت ارشاد و این کار رو کردن و 10 سال پیش 7 سال هم سر بهروز رو بند کردن، بعد عوضش کردن توی ایران نمایش دادن با آقای اکبر عبدی و دیگران، اینا هم میخواستن ببرن فستیوال فجر امسال برای انتخاباتشون رای جمع کنن برای خودشون توجیه جهانی. که خوشبختانه ملت ایران هوشیار بود و گولشون رو نخورد. یعنی مشخصا بعد به خاطر اینکه هنرمندانی که غیر اطلاعاتی بودن آبروی رژیم رو بردن با صحبتایی که کردن که امروز بخشی شما به شما نشون میدم. این عزیزان من، این هنرمندان چون اطلاعاتی نبودند و سنگ به سینه‌شون نمی‌زدن که آقا بهروز بیاد ایران، بهروز بیاد ایران، به خاطر منافع خودشون اونا می‌زدن که فیلمشون دوباره اکران بشه، 4 میلیارد که تا حالا فروش کرده بیشتر فروش بکنه. حالا این هنرمندان واقعی که اسطوره هم اینا، شما حرفاشون رو گوش کنید. این حرفا رو شجاعانه در داخل میهن این هنرمندان می‌زنن که تو میدونن زندان، شکنجه، ممنون کار بودن و و همه هم به جونشون خریدن توی سالا. بعد ما به بهروز عزیزم میگیم اسطوره، 30 ساله با این همه جنایتایی که نظام اسلامی کرده ایشون محرمانه با اونا کار میکنه، یک کلمه هم تو زندگیش انتقاد کوچکتو به جمهوری اسلامی نکرده و در مراحل حتی ببینید توقیف کردن همین ویدیوی رستمی دیگر اسفندیار دیگر از سال 1992 تا الان توسط خود بهروز یک کار بسیار بدی است. چون این رستمی دیگر علیه روحانیت بود، میتونست جنبش بزرگ جهانی به وجود بیاره. تلویزیون خونه ماست، اونا بعد از خونه ما بیان بریم. اون که ما خونه نمیریم یعنی چی؟ تلویزیون مال ماست. اونا میرن 4 سال یه بار 8 سال یه بار با پارتی بازی میده رئیس میشن تو اون خونه میشنن، ما رم را نمیدن. یه خاطری دارم از استاد نصیریان، شاید من 25 سال 30 سال پیش میده میاد تلویزیون نه زنجیر راش نمیدن تو. میگه من برنامه کاری ندارم، برنامه باید برم اجرا کنم، یه مصاحبه یه چیزی. گفته منم با شما کار ندارم، شما آقای نصیریان هستی، استاد ما های فلان. خب ولی من این کارت شناس های باشی من ببینم شما نصیریان هستی. میگه بابا داری میگی نصیریان هستی دیگه. بله کارت شما نداره که معلوم بشه نسل دیگر است. یه نفرشون یه 20 سال رئیس بود، اونم داشت بزرگر شد قیصر نبود توی سخف کردن در پخت مکنه. کسی نمی که اونجا بالتر از 4 سال یا 8 سال بمونه. اونجا خونه ماست، خونه اونا نیست، کسی هم با خونهش قرار نمی کنه. حالا راجب جشنواره، چون اسم جشن روشه ایرادی نیست، اسم جشن رو برداریم،
بذاریم خط میتونیم شرکت کنیم. بعدم اتفاقا بعض وقتا تو خط ما خیلی میشه زیادتر از جشن خندید. من راهشو بلدم. راجب مرده ها حرف بزنیم. مثلا حاجیه که مرده، حاجی پولداره که مرده، هیچی هم با خودش نبرده، اینا هم دارن سر ثروتش دعوا میکنن. یکی از خنده تراتر یه ختم میشه. باش رئیس منم گفت آقا دمت گرم یه پایین بگیرم. یکی که مردم دستشویی دارن، یکی هم که الان هم اونجا به تطلب ما رو میگرن چون من باش دستشویی، یکی هم که بعد بریم خونه دیگه وقت شامه. چشم از آقای گلرزی هم تشکر میکنیم که این مراسم وسط جشن و ختم برامون گرفته میشه و انشالله که این 2020 از اولش 20 باشه تا آخرش، ولی میلادیش که تقریبا روزی اولش. انشالله که از نوروز به بعدش همیشه خوب باشه. من نکش انشالله از نوروز به بعد 20 مثل میلادی 20 باشه انشالله. هیچ وقت هیچ اتفاق جنگی نیفته، حتی در آمریکا هم نیفته. ما مثل ترامپ بیشور نیستیم، حتی در آمریکا هم نیفته و دور بریام خدا انشالله هرچی دشمن هم هست لعنت کنه. اینه که همیشه صلح و شادی اما ما نمیگیم ببرین دیم صلح و شادی و نرمش اونی که بونو بکشاری. همین آقایی که منتقده فراستی اگه دیدینش پول رو من بده کارها شریفینی هم یه پیام داده نخونم براتون بهتر. بله من چی میتونم بگم؟ برم واقعا میتونم بگم خیلی سخته با مادم زندگی کردم. 2 سال 48 سال از خدا هم گرفتم، 32 سال دارم با یه آمد زندگی کردم. سنت دست دعاشاته قبوله. سلام درود خدمت همه شما و دیگر همکارایی که افتخار ندارم در این لحظه با شما جشن بگیرم و شادی مقصد من. گاهی اوقات عرصه سخن کوتاه نمیشه، تمام میشه، به پایان میرسه. واژه ها خاصیت و قدرت خودشون از دست میدن، امیدت ناامید میشه، نشاطت میمیره. هزار جمله حفظ میکنی که تو که آینه مردمت هستی، تو که خود مردم هستی، اینها رو با قلبت بهشون بگی، ولی میبینی چه بی اثر کلام، چه بی ثمر کلام. هزار تا جمله و شعر حفظ کردم، قصد کردم هزار چیز بگم. ما خود مردمی. این اسم مزخرف سلبریتی رو ابرو صورت ما وردارید. من در تمام عمرم از آبان امسال تا همین امروز روز والله هیچ وقت اینقدر احساس نزدیکی و قرابت به مردمم و سرزمینم نداشتم. هرگز. مرور کنید ببینید آیا ما امیدی به آینده داریم؟ قلبی روحی عشقی از ما باقی مونده؟ کدوم سکوت رفیق؟ کدوم سکوت خبیهه؟ سکوتی که تو رو به لکنت وادار کردم، سکوتی که میخوای حرف بزنی از خودت بدت میاد، خودت رو نمیتونی دوست داشته باشی و تو آینه نمیتونی به چهره خودت نگاه کنی، چون فکر میکنی رسالتی کوچک به عنوان یک هنرمند کوچک بر دوش تو نهادن و تو چه بدی و تو چه زشتی.
و چقدر بی ثمری و نمیتونی مسئولیت خودتو که عشق ورزیدن هست به انجام برسونی. نمیتونی این مهری که مردم بهت دادن به نحوی برش گردونی. واه اونقدر شکایت تو دلم هست که مثل تک تک شماست که نهایت نداره. این آتش نخفته که در سینه من است خوشید شعله ایست که در آسمان گرید. افتخار خیلی بزرگی از وقتی شما جایزه گرفتن به من ثابت میشه این جایزه ها در برابر محبوبیتی که مردم به امثال شما دادن ای کاش مثل شما باشه. ممنون از وقتتون که خطه استفاده مرکبی کشتن و خدمت آقای مهتاب حال حرفیمون واقعا لذت بخش بود. امیدوارم که بتونم سالهای سال در خدمتتون باشم. متشکرم. من جایزم رو میخوام به خانوادههایی که عزیزترین کسانشون رو در اون سانحه هوایی در اون خطای انسانی در اون فاجعه در اون میدونید مشکل چیه؟ اینه که ما هر بلایی که دارن سرمون بیارن دیگه کم کم نمیتونیم باید چه قربانی رو براش انتخاب کنم و تحقیل تقدیم به همش مرسی. از اول سینما تشکر میکنم به خاطر خوشحالی خوبی که به من کردم و تشکر میکنم از آقای نصیری که خیلی مراقبت کردن از این فیلم و از جامعه منتقدین محترم تشکر ویژه دارم. هر هنرمندی نیاز به رابطه داره، رابطه هنرمند و اثر هنری رابطه عجیب‌غریبی میشه. هنر و اثر هنری وقتی خلق بشه هنرمند رو در آغوش میکشه و هنرمند رو شیفته خودش میکنه طوری که ممکنه تو معایب اثر هنریت رو نبینه، مسخ اثر هنریت میشه. چه چیزی میتونه این دیوار مسخ شدگی رو فرو بریزه؟ منتقده. این منتقده که میتونه این دیوار مسخ شدگی رو فرو بریزه و چشم هنرمند رو باز کنه. منتقد دلسوز. منتقد کارش تحقیر نیست. منتقد کارش باز کردن چشم هنرمند، آگاه نگه داشتن هنرمند. رابطه منتقد کارش باز کردن چشم هنرمند، آگاه نگه داشتن هنرمند. رابطه هنرمند و اثر هنری شبیه رابطه سیاستمدار و قدرت هست. همونطور که هنرمند مسئول هنرش میشه، سیاستمدار هم مسئول قدرتش میشه. واسه چه کسی میتونه دیوار این مسخ شدگی رو در برابر قدرت و سیاستمدار فرو بریزه؟ بازم منتقده. منتقده این جامعه چه کسایی هستن؟ مردم هستن، راننده تاکسی، دکتر، هنرمند. اما قوی‌ترین شاخه درخت هر جامعه، نقد هر جامعه نسبت به حکومت، قوی‌ترین شاخه هنرمند اون جامعه هست. چه چیزی باعث میشه که هنرمندها رو به سکوت بادارن، به سکوت تشویق کنن، هنرمندها رو تشر بزنن؟ چه چیزی باعث میشه که بزرگ یا سینمای ایران مسئول کیمیایی این همه بهش اخ بشن؟ چه چیزی باعث میشه که این همه این میزان عروس بشن نسبت به رخشان در نیزانهای بزرگ؟ این چیزها درد هست، این چیزها رنج هست. ما وظیفه داریم در زمانی که رسانه های ما محکوم به سکوت هست، ما وظیفه داریم در زمانی که رویدادهای تلخی میبینیم سکوت نکنیم، حرف بزنیم. سکوت اباحت داره. حرف زدن راجع به رویدادها و وقایع و فجایع فجایعی مثل آبان 98 این
سکوت کردنش قباحت داره، حرف زدنش قوی نیست. ما باید راجع به کشتار 98 صحبت کنیم، ما باید راجع به اتفاقی که توی وطنمون افتاده حرف بزنیم. سکوت کردن قباحت داره. ما هنرمندها مسئولیم در برابر جامعه. مردم چشمشون به ما هست، مردم رو تنها نباید بذاریم، یا این استنباط پیش نیاد که ما مردم رو تنها بذاریم. این دوران میگذره، این دوران عبور میکنه. مرگ این افکار، مرگ نگاه دوگ فرا میرسه، ما میمونیم و جامعه نسبت به ما قضاوت خواهد شد. هم مرد در جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. این بوم محنت از پی آن تا کند خراب، از دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص آن، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغ تنش و نیزه برای ستم دراز، ای تیغ تنش و نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت شغل بش شیران گذشت، شیران گذشت را این عروب سنان شما نیز بگذرد. آن کس که آس داشت قبارش خلو نشست، گرد سن خران شما نیز بگذرد. بله مهربانیاران، اسطوره‌های واقعی سینمای ایران این مهربانیاران هستند. گستاخانه، دلیرانه، شجاعانه در میدان نبرد در ایران، در تهران، در برابر فقهای حاکم دیکتاتورها این چنین گستاخانه حرف میزنن، بعد طرف 40 سال تو خارج از کشور. اینها یک انتقاد کوچک کوتاه از این همه ستم 40 ساله نمیکنه که شوربختانه محرمانه با اونها همکاری میکنه. سه مورد رو مهربان یاران بایستی اینجا یادآوری بکنم در پایان. نخست این که این فستیوال دهی زجرشون که 41 سالگرد انقلاب سیاه و ویرانگرشون رو جشن گرفتن، مورد تحریم هنرمندان بسیار قرار گرفت. این هنرمندان بسیاری که تحریم کردن نرفتن به این جشنواره. این که یک طرف قضیه. طرف دوم قضیه، اینهایی که رفتن بخششون، بخشی نه ولی بخششون واقعا اطلاعاتی هن. از جمله این ابراهیم خاتمی کیا هست، نمیدونم کیا خاتمی کیا هم اینه که با اوج کار میکنه و اوج یک سازمان سینمایی است که خود اینها نوشتن، میدونن، همه هم میدونن، تو ویکیپیدیا هم از میبینید. این وابسته به وزارت اطلاعات که سهر سپاه پاسداران است. توی دیگه این حاتمی کیا یادتون نره 5 بیش از این که سلیمانی رو بکشن، ایشون به طور خیلی مفتزهانه تو یک فیلمی با عنوان بادیگاردون رو ترور کرد توسط یک گلوله، ولی واقعا ترامپ دمش کرد با چه شکوهی اینو کشت آقای سرباز قاسم سلیمانی. این حاتمی کیا که واقعا اطلاعاتی است و یادتون نره که عربستان سعودی در اطلاعات ایران در همه جای ایران نفوذ داره، 5 پیش تو بادیگارد خیلی افتضاح ایشونو کشت، یعنی ترورش کردن، یه محافظ بود، خیلی درجهش همه رو آورده پایین. حالا مسئله دیگه این که عزیزان و مهربان یاران ببینید، وقتی ما گفتیم محرمانه بازی کردن بهروز وثوقی در این فیلم آشغال ها، این رو دیگه ما هم خود آقای کارگردان محسن امیر یوسفی مصاحبه کرد در چند مورد و خودش میبینید نوشته شده در رسانه ایران، این همه مال رسانه ایران، این اکس ها و اینایی که داریم بتونش میدیم، نوشت که ما این کار رو محرمانه انجام دادیم و بایستی هم محرمانه انجام میدیدیم. و به روز سوقی هم تو همین دیروز یا تو داره باز دوباره پشتوانی از همین فیلم که این فیلم هم چنان چه میبینید خود اینها نوشتن باز به طور محرمانه در همین فستیوال در 41 سال انقلاب سیاهشون نمایش داده شد در فستیوال، ولی باز محرمانه. عزیزم این نکته پایانی آقای شهاب حسینی است.
میبینیدش که در برابر رهبرشه، از نجیز گویان نظام هست و رهبرش، و در رابطه با هواپیمای اوکراینی هم این اصلا نظر اطلاعاتی که اخیرا کرد که خیلی صدا کرد. میبینید که ما خدمت شما برسیم و در واقع گفتشون رو با شما داشته باشیم، تقاضایی که دارم عنایت و اشارت شما. ضرر رو با ضرر دیگه جبران نمی کنن، خسارت رو با خسارت سنگین‌تری سعی نمی‌کنن جبران بکنن. نمی‌خوام حالا نمی‌دونم چی بگه، اتفاق، سانحه، تصادف عمدی، هر چی که بالاخره اون اتفاق متاسفانه وحشتناک افتاده و ما اون رو از دست دادیم. اینکه حالا سر حملمون رو ببریم طرف یه سری نخبه دیگه که پرواز امید و آرزوهای اونا رو هم ساقط بکنیم، این شد راه حل؟ و از ارتشت بزرگ 5 تا